بازسازی بخش‌هایی از ایالت تگزاس آمریکا که در اثر طوفان دریایی هاروی آسیب‌های جدی دیده است، به خاطر کمبود کارگر ماهر، بسته بودن فرودگاه‌ها، بنادر، فروشگاه‌ها و تأسیسات نفتی که نقش حیاتی در اقتصاد تگزاس دارند، سال‌ها به طول خواهد انجامید. هاروی مخربترین و پرهزینه‌ترین طوفان تاریخ آمریکا قلمداد شده است. گزارشی داریم از جیم رندل، خبرنگار صدای آمریکا. امدادگران در مناطقی که ردپای طوفان هاروی آثار مصیبت‌باری از خود بر جای گذاشته، از یک سو هنوز در جستجوی قربانیانند و از سوی دیگر باید پاسخگوی کسانی باشند که در مسیر حرکت طوفان هاروی درخواست کمک دارند. ایالت تگزاس برای بازسازی ویرانه‌های پس از طوفان علاوه بر هزینه‌های سرسام‌آور آن، از آنجا که در بخش‌های نجاری و آجرچینی با کمبود نیروی کار ماهر روبروست، مشکلات زیادی خواهد داشت. کن سایمونسون، کارشناس اقتصادی ارشد انجمن مقاطع کاران عمومی آمریکا، میگوید این واحد با 70% کمبود کارگر ماهر روبروست. این مسئله در خیلی از موارد باعث تأخیر در روند کار می شود. روند بازسازی طولانی تر می شود چون پیمانکاران یا تمایلی به گرفتن این قراردادها ندارند یا میگن وقتی این قراردادمون تمام شد باهاتون تماس بگیریم. کن سایمونسون یکی از دلایل این کمبود را در تغییر روش ساختمانسازی می داند. این روزها در ساختمانسازی فناوری های نو مثل GPS و لیزر جای بیلو کلنگ را گرفتند. او میگوید شرکت او مدام از دانشگاه‌ها و هنرستان‌ها می‌خواهد کلاس‌های بیشتری برای آموزش فناوری‌های نو بگذارند. طوفان هاروی به دارایی‌های با ارزش ایالت تگزاس خسارات زیادی وارد آورده است. استیون کایل، استاد رشته بازرگانی در دانشگاه کرنل، حتی معتقد است ارزیابی دقیق خساراتی که به بار آمده پیش از شروع کار هنوز معلوم نیست. برای تشخیص دقیق خسارت‌هایی که به بار آمده، باید دید ارزش واقعی واحد‌های مسکونی، ماشین‌آلات و ساختمان‌ها و جاده‌هایی که از بین رفته چه بوده. صادقانه بگم، در حال حاضر تا زمانی که واقعاً دست به کار نشدیم، نمیتونیم بگیم چقدر ضرر به بار آمده. زیرساخت‌های نفتی نقش حیاتی در اقتصاد ایالت تگزاس ایفا می‌کنند، چون بخش عمده صنعت نفت آمریکا، به ویژه پالایشگاه نفتی و واحد‌های حمل و نقل و سایر تأسیسات وابسته به این صنعت در ایالت تگزاس واقع است. برخی از کارشناسان تخمین می‌زنند که حدود 7 سنت به قیمت بنزین در هر لیتر افزوده شود. بندر هیوستن، یکی از فعالترین پایانه‌های دریایی آمریکا و دومین بندر بزرگ این کشور، به خاطر طوفان هاروی بخش زیادی از فعالیت‌های خود را از دست داده و کارشناسان بیمه می‌گویند خسارات وارده به خانه‌های مسکونی و سایر ساختمان‌های این ایالت سر به میلیاردها دلار خواهد گذاشت.